در این قسمت از برنامه تریبون دست شماست. میخواییم بخشی از ایمیل های شما رو بشنویم. ایمیل اول سعید از تهران. یقین داشته باشیم که 16 آذر ضربه مهلکی به رژیم میزنیم و اگه شرایطش باشه روش اعتراض رو هم تغییر میدیم. البته اون موقع بر حسب شرایط میشه تصمیم گرفت. توتونیست یک نفر خوش آتیش زد و این بهترین بهانه برای خشم مردم شد که منجر به نابودی رژیم تونس شد. نوبتی هم که باشه الان نوبت ماست. ایمیل دوم رو فرهاد از ارومیه برامون فرستاده. امسال عاشورا روز 15 آذره، بعدش هم 16 آذر میاد. دو روز مهم برای اعتراضات پشت سر هم افتاده. باید قدرش رو بدونیم. نباید بذاریم مثل اعتراضات ارومیه سرکوبش کنم. باید سراسریش کنیم و تا میتونیم برای این دو روز تبلیغ کنیم. بله، این دو روز سکوهای اعتراض همگانیه. پس باید حسین بار در یزید دوران شورید و در سلطه ها غلبه کرد. به نظر من دیگه یار دبستانی خوندن تو صحنه دانشگاه دردی از ما دوا نمیکنه. باید دنبال راهکاری بود که با شرایط فعلی سازگاری داشته باشه. حالا سوال اینه که اون استراتژی که واسه ما جواب داشته باشه چیه؟ کلید حل مشکلات از پاسخ به این سوال پیدا میشه. پاسخ به این سوال رو باید از پس خون 120,000 شهید راه آزادی پیدا کرد. کلید حل مشکلات دست خودمون. اشرفیان و اشرف نشانان کلید حل مسئله ایران هستن و این رو با پایداریشون و قصول مطارقاتی اثبات کردن. باید راه و رسم اشرف رو پیشه کرد، باید جنگاور و بیواج دودودن رژیم رو به سخه گرفت و سنگ بنای جنگ صد برابر رو گذاشت. باید با از خودگذشتگی هر صحنه رو تبدیل به صحنه در کاردار سرنگونی دیکتاتوری آخوندی کرد و کوتاه نیمد. راه رو اشرفیان با صدای حد اکثرشون روشن کردن. باید مثل اشرفی ها گفت ما تا آخرش ایستاده ایم. همین امروز خیلی ها خودشون رو برای 16 آذر آماده کردن و خیلی ها بر این باورن که جمع دانشجویانه که میتونه یک ضربه کاری و فراموش نشدنی بر پیکر حاکمیت پوشیده آخوندی بزنه. همه دانشجوها در تلاشن تا اسم دانشگاهشون رو در این کارزار ثبت کنن و به استقبال این روز برن. به همین خاطر فعالیت هاشون رو گسترش دادن. در پایان برنامه از شما دانشجویان عزیز میخواییم که گزارش فعالیت ها و اقداماتتون در رابطه با 16 آذر رو برامون بفرستیم تا بتونیم اونها رو در برنامه انعکاس بدیم.